سلام، من مجید هستم. قسمت 17 از یادگیری زبان فارسی با فیلم. برای امروز یه تیکه از فیلم پاشنه بلند رو انتخاب کردم. این درس خیلی سخت نیست، درس آسونیه برای همه شما. اگه گفتی نهار چی داریم؟ چی داریم؟ همونی که از همه بیشتر دوست داری. خورشی بادم جون. چرا بابا خورش بادم جون نمیخوریم؟ مامان به این خوشمزگی درست کرده. میدونستی که نظرم با بادم جون میسوزه. من یادم رفته بود اینو بابا دادنخ مامانی چرا 50 مدل غذا درست کرده؟ به خاطر شما. به خودت رسیدی؟ خبریه؟ چه خبریه؟ نه آخه همون رفتی کجا میخوای بریم؟ یه همون رفتم دیگه، میخوام برم در مغازه. البته اگه شما اجازه بدیم. اگه گفتی ناهار چی داریم، اگه گفتی or حدس بزن. Both of them mean guess what. For example, اگه گفتی چی شده or حدس بزن چی شده means guess what has happened. So guess what. ناهار چی داریم. ناهار means lunch. چی داریم what do we have. So guess what we have for lunch. همونی که از همه بیشتر دوست داری. The one that دوست داری. You like بیشتر more than all others. خورشت بادمجون. جون. خورشت means stew. بادمجون is eggplant. This is exactly خورشت بادمجون. And this phrase June is a colloquial word that we say when we love something and we are surprised. For example, you see a delicious food, you say June. Or sometimes when boys see charming ladies and we say June. اگه گفتی نهار چی داریم؟ چی داری؟ همونی که از همه بیشتر دوست داری. خورشی بادم جون. چرا بابا خورش بادم جون نمیخوریم؟ مامان به این خوشمزگی درست کرده. میدونستی که نظرم با بادم جون میسوزه. من یادم رفته بود اینو بابا. تو چرا بابا خورشت بادم جون نمیخوری؟ Why do you? Baba. Parents can call their children as maman or baba, mommy or daddy. Why don't you eat خورشت بادمجون؟ مامان به این خوشمزدگی درست کرده. درست کرده means to cook. Mommy has cooked it so خوشمزده, delicious. میدونستی که من زبونم با بادمجون میسوزه. میدونستی you knew that. من زبونم زبون means tongue. My tongue با بادمجون with eggplant میسوزه. The verb is سوختن. The stem is سوز. So my tongue burns when I eat eggplant. من یادم رفته بود اینو بابا. یادم رفته means I've forgotten. But here is past perfect that we have not learned so far. It means I had forgotten this. دادنخ مامانی چرا 50 مدل غذا درست کرده؟ به خاطر شما. به خودت رسیدی؟ خبریه؟ چه خبریه؟ اون وقت مامانی چرا 50 مدل غذا درست کرده؟ Then why mom or mommy 50 مدل 50 models or 50 types of غذا of food درست کرده has cooked. Why mommy has cooked so many sorts of food. به خاطر شما. به خاطر شما or به خاطر تو means for you. Here the man and the lady talk to each other with plural you. به خودت رسیدی خبریه. به خودت رسیدی I had no direct translation for that. I have to explain that. When we say به خودت رسیدی means you have done things so that you have become attractive or you cared about yourself. For example, you take a bath, you shave, you wear makeup, you have your best clothes on, etc. So when we see somebody looks different and perfect today, for example, and there is a question on our mind, what is the reason for that? You can say, به خودت رسیدی. خبریه. Is there anything special? چه خبری? What special thing? Actually, it means that there is nothing special. نه خب همون رفتی. کجا میخوای بریم؟ یه همون رفتم دیگه. میخوام برم در مغازه البته اگه شما اجازه بدین. نه آخه همون رفتی. کجا میخوای بری؟ No, because هموم رفتی. هموم means bath. You went to bathroom. Means you took a bath or you had a shower. کجا میخوای بری؟ Where do you want to go? یه هموم رفتم دیگه. I just had a shower or I just took a bath. میخوام برم در مغازه. I wanna go. در مغازه means the door of the shop. I want to go to the door of the shop simply means I want to go to the shop, to his shop. البته اگه شما اجازه بدین. Of course, اگه شما اجازه بدین means if you let me. اجازه دادن means to permit or to let. اگه گفتی نهار چی داریم؟ چی داریم؟ همونی که از همه بیشتر دوست داری خورشی بادم جون جون چرا بابا خورش بادم جون نمیخوری مامان به این خوشمزگی درست کرده میدونستی که نظرونم با بادم جون میسوزه من یادم رفته بود اینو بابا ندرخت مامانین چرا 50 مدل غذا درست کرده به خاطر شما به خودت رسیدی؟ خبریه؟ چه خبریه؟ نه آخه همون رفتی کجا میخوای بریم؟ یه همون رفتم دیگه میخوام برم در مغازه البته اگه شما اجازه بدین